برابکس یوتیوب برمیگردیم با یه ویدیوی دیگه است. جونم مامی هر مامی بگه و میگم هر مامی بگه اگه از من بپرسی به نظرم بهتر نخوری چون دیروز چاکلت خوردی شکلات خوردی بهتر نخوری نظر شما چیه نظر من ان من ان میخوام بستنی با مامی میگه برد بابا میگه بله مامی میگه بله بابا میگه نه مامی میگه نه غذا تو که بخوری میتونی قبول؟ نه بابا بله بگو قبول قبول بگو I love you I love you بگو لطفا سابسکرایب کنید کنید به دو نفرم بابای منو معرفی کنید ب... کنی. به دو نفرم به دو نفرم منو بابای منو بابای منو معرفی کنید معرفی کنید I love you Momoko I love you خب بهترین شروع یوتیوب من بود خب امروز چیه موضوع؟ امینه بیبی؟ آقا بچه ها پرسیده بودن که به ما راه و انگیزه رهایی از افسردگی بده آقا اولا برای لطفا توی س... ام... کامنت ها بنویسین چه موضوعی دوست دارین امین از من بپرسه موضوعی که جالب باشه رو حتما میپرسه و هم... ما هم حال میکنیم اگه دوست دارین با هم در واقع این باشیم بیفرمایید خب <تص> چیکار کنیم که از چیز در بیایم از افسردگی ببین خب افسردگی به نظر من یه منطقی داره دیگه یه دلیلی که تو افسرده شدی حالا دلیلش چیه رو تو خودت میدونی حالا یه کارت مثلا خطاست بابات مریضه تو سخت گشته رفته خب خیلی راحته که من بشینم بگم مثلا اه خیلی راحته که من الان مثلا بشینم بگم که نشدی یعنی واقعا هم همینو میخوام بگم یعنی بعد اولش واقعا میخوام بگم که نباید دیپرشت باشی یعنی بعد بلنشی بگی که آقا من زندم هم نفس میکشم حتی اگه مثلا مشکلی هم داری دیگه بگو مثلا چه میدونم هر مشکلی هم داری مریضی بدم داری هر حالتی الان هستی در آینده ضعیفتر از این خواهی بود دیگه یعنی مثلا اگه من الان کمرم درد میکنه ما میتونیم مطمئن باشیم که من یه سال دیگه کمرم بیشتر درد میکنه پس الان نباید بگم که خب کمرم درد میکنه دیگه درد جوری خوشحالی ببینم خصوصا این واقعا آدم باید خوشحال باشه خودش رو خوب ببینه خودش بهتر ببینه هر جوری که هستی امروز بهترین روز زندگیته یعنی تو سه سال بابات داره مرده باشه نمیدونم زنت مثلا چه مثلا یه اتفاق بعد براش افتاده دارم ناخونش مثلا دیگه زیگیل زده چون در این لول کوچیک به در سو از زندگیت به بهترینی که هستش دیگه اون چیزی که فکر میکنی نیست واسه همین به نظر من باید چیز کنی باید آدما واقعا خودشون رو بکشن بیرون بگی که آقا من دیگه نمیخوام توی چیز باشم توی مشکلی حرفو باشم ولی این از نظر حرفی به نظر من خیلی راحت گفتنش Uh, توی توی نقط توی واقع، واقعیت من مثلا تو زندگی خودم مثلا شاید یکی دو بار بوده حالا نمیخوام بگم دیپرس بودم ولی استرس خیلی زیاد داشتم تو لولی که شبا مثلا دندونمو به هم دیگه میسابیدم بالا میشدم می مثلا دندونمو به هم میسابم یا مثلا چشم تیک میگرفت از این افعال معمولا وقتی که این اتفاق میفته یه دلیلی هست که تو داری دنبالش میگردی که سعی کنی به چیز برسی به یه،, یه چیزی میخوای دیگه هر چیزی که هست واسه همین واقعیت تا به اون چیزی که میخوای نرسی توی ذهن این یارو میمونه حالا بعضی موقع اون چیزی که میخوای برسی واقعیه بعضی موقع غیر عادیه یعنی مثلا یارو میگه آقا من دیپرسم تو از ایران نرم درست نمیشم ولی توی شرایطی توی محیطی توی خانواده یک اصلا اصلا رفتن براش امکان پذیر نیست یا خیلی 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 سخت و خاصه خب میگم بادم باید منطق حکی زندگی خودش رو خودش میدونه واسه این به نظر من تو نباید بیای چیز کنی بیای فوکس بکنی روی اون چیزی که نداری یا اون چیزی که مثلا میخوای داشته باشی یا زندگی که میتونه بهتر باشه تو باید فاکس بشی رو چیزی که الانه و بسازی و فکر کنی واسه اون چیزی که تو آینده است تو باید نسبت به زندگی خودت خودخورده زیاد زیاده هر جوری که هست همیشه عاقلانه رفتار کنی و بالاخره یه روزی پیاف میکنه روزی که پیاف کرد اون روزی که تو به قول معروف جایزت رو میگیری اون چیزی که میخواستی و بهش میرسی ولی اگر بخوای هی بیای بهش ناراحتی فکر بکنی و روی اون فوکس بکنی یا مخصوصا اگه خواستت غیر عادی باشه و چیزی باشه که تو بهش نتونی برسی مثل این که مثلا من دلم تو ایران باشم دلم بخواد یه دونه لامبورگینی داشته باشم من فکر نمی کنم هیچ وقت بهش برسم برای اینکه نمی بینم چه جوری باید انقدر پول جمع کنم که به روز به لامبورگینی برسم عددش وحشیانه است برای من خب اگه بیام بگم من لامبورگینی نشوشم خوشحال نمیشم تو یه زمانی اینو باور میکنم دیگه وقتی اینو باور کردم دیگه باور نکردنش واسه من سخته پس آدم نباید خودشو بندازه توی داستانی که من این کارو میخوام بکنم من اون کارو میخوام تو باید به اینی که شانس آوردی آقا تو انسان شدی و به وجود اومدی و همینی که تو این زندگی میتونی یه بار بازی بکنی حالا تو هر لولی که هستی این خودش بزرگترین داستانه به نظر من و تو تا روزی که نتونی اینو بفهمی و اینو اپریشید بکنی نمیتونی واقعا خوشحال باشی این چیه تو نمیتونی واقعا خوشحال باشی و هم امکان داره دیپرس بشی و به نظر من این یه دیپرشن فیکه یه دیپرشنه که تیوی و میدیا برای تو ساخته یکی که توی آنلاین دیدی یه دنیای رو دیدی که گفتی او مثلا من برم توی این دنیا این دنیا بالتره و من اینو میخوام ولی وقتی اگر تو این نداشتی مثلا زمان خیلی قدیم بود تو واقعا فکر نمی کنم هیچ وقت مثلا به این میخواستی الان امین همین سر این اپل واچ هی به من و میگه این میگه وای فلان من واقعا واقعا من اصلا هیچ فرق نمیبینم توش با اون یکی قبلی تنها تنها دلیلی که گرفتمش این باتشی 16 ساعته این 36 ساعته خب من این برام خیلی مهمه چون من خیلی خب با دو روزیه با شارژ کنم از روزی که اپل واچ درست شد گفتم من منتظر اون روزی هم که اپل واچ برسه به دو تا چیز به دو روز اینم میگه من این کار کردم یه خودم بزرگتره گفتم الان میگیرمش یه چند وقت آردی خیلی احساس میکنم بزرگه دوست ندارم شنقه بزرگ شده مم. من که نیفرم به چطور گرفت اینجا خب همین لطفا بگو به همین چیزی که گفتی نظر چرا راجع به حرف من نظر چی راجع به حرف من آره دیگه جید. یعنی تو وقتی که حالت بده به خاطر یه چیزی حالت بده به یه چیزی نرسیدی مثلا من وقتی اون اپل واچی که میخوام و بهش نمیرسم حالم بده وقتی که الان رو دستمه که نگاش میکنم که نمیشینم گریه کنم که میدونی و تو واسه اون چیزی که نداری حالت بده و تا بهش نرسی هم نمیتونی خوبش کنی خب من اصلا میگم نه حالت بد باشه چون اکثر دیپرشن ها یه چیزی نداشتنه حالا میتونه مادر باشه میتونه سلامتی باشه میتونه خیلی چیزا باشه ولی من میگم آدمو نباید اصلا بهش به دنیا منفی نگاه کنه آره مثلا یه سری چیزا خب عادتی مثلا مادر خب بالاخره اولش برای هر کسی سخته عادت میکنه یواش یواش ولی مثلا اون اپل واچی که الان رفته تو مخ من و منو ناراحت کرده که ندارم الان دست سهیل مثلا من این شاید این ناراحتیه به من کمک کنه که زودتر بهش برسم یعنی یه طرف خوبم شاید اصلا باشه تلاشو بیشتر کنی هر چیزی میدونی چی میگم ممکنه ممکنه که تو ما ویدیوی قبلی داشتیم با سینا حرف میزدیم دیگه سینا داش میگفتش من 6 ساله هر کاری کردم نشد دپ زدم افتادم گوشه خونه یهو یه به سرم زد که آقا بودن شو این کار رو کن و ترکون تو سه ماه میدونی و الان خوشحاله که به اونجا رسیده ولی دپش به خاطر کارش دپ نبوده دپش عاشقانه بود اگه یاد باشه بلاخره درصدش هم واسه اون بوده که بالاخره کاره رو واسه چی شده واسه که به دختره نشون بده که من میتونم خب به دختره دب زده دختره گفته نمیخوام ببینم ات. این گفته من میخوام یه کاری کنم که منو ببینی میدونی سر ناراحتی بوده بازم میفهمم ولی من هنوز میگم آدما باید وقتی دپرشن میگیرن حالا یه سریا که واقعا مشکل دارن و چیزهای خیلی وحشیانه سرشون میاد خب اونا که خب اصلا تو اصلا من گوه بخورم نظر بدم ولی من برای اون دیپریشنی دارم میگم که خودم گرفته بودم که بلند میشدم تو خونه یکونی میلیون دلاری دندونه رو به هم میسابیدم مثلا من میگم من یک گوه میخورم دیگه دیپریشن بگیرم پس منی که داشتم این دیپریشن رو میگرفتم نشون میده که شعورش رو نداشتم که خودم رو کنترل کنم ما فقط پوینت هم اینه به بچه که آقا شما این کنترل داشته باشین خودتون رو کنترل بکنین چون کاملا نشون میده که این استرسی که من داشتم بیدلیل و احمقانه بود پس اگه مال من بوده مال تو هم میتونه باشه لولش دیگه فرقی نداره هر کسی توی یه دنیای خودش رو زندگی میکنه یه عددی واسش مهمه مگ اینو داشتم مگ اونو داشتم مطمئن باش جفیزوزم شبانم میشه یه مشکلی داره ایلان هم میشه یه مشکلی داره مشکلش هم خیلی شبیه مال ماه چجوری کنترلش میکنی مشکل تو مهمه و من خیلی دلم میخواد به بچه ها بگم که آقا زندگی خیلی ساده تره زندگی ساخته شده واسه اینکه تو خوشحال باشی ساخته شده که به تو حال بده برو لذتشو ببر اگه دوست داری بری راه بری برو راه برو دوست داری بگیری بخوابی بگیری بخواب ولی حال زندگی تو ببر اگر وقت دیپرس بشی اگه داری سگ کار میکنی سر شلوغ بازی نکنی وقت دیپرس بشی اگه بیکاری افتادی تو خونه و بیکاری بیکاری بی داره خودت میبری طرف دیپرشن اون کاری که دوست داری بکن اگر هم میگی هیچ کاری دوست نداری بکنی یعنی اینکه هیچ کاری نکنی دوست داری پس بشینی تو خونه داری حالش میبری دیگه دیگه تا آخر عمرت شاید دیگه این وقت نشه بشینی بشینی خونه داری هیچ کاری نکنی الان تنها شانس داری واسه حالش رو بابا جون که بگی من نشستم الان رفیقم ناگهان یوتیوبر شده اون یکی ناگهان خواننده شده اون یکی ناگهان داره با فلانی فیت میده بیرون دیگه اینجوری بشینی نکن تو خودت رو نگاه کن خوشحال بکنی ببین تو چی میخوای و دیپرشن به نظر من کار دکتر خیلیاشون اکثریتشون کار دکتر نیست کار خود آدمه که بشینه میگه آ من چرا دارم این کارو میکنم خیلی ساده با خود منطقی حرف بزنی و فردا شروع کنی اکشن کردن حالا چه یه دقیقه چه 20 دقیقه چه یه ساعت این دو قرون بنده بود نظر... بگو به نظر تو سن تاثیری داره تو این موضوع سن نه دیپرشن تو هر سنی سن میتونه تو رو بگیره یعنی تو هر جای میتونی خفته تو بگیره و بری توش که چه خوب توش اصلا پلاستیک نداره یعنی اصلا رابطه سن نه هر موقع راجع هر موضوعی میتونه آره مثلا الان من یهو برم بیرون بعد میام بگن پاشه یه مریضی گرفته یا نمیدونم یه مریضی گرفته من مثلا سایکو میزنم میرم توی دیپریشن میفهمی مثلا این بعد خودت مثلا میگی اوکی اوکی حداقل نمورده میتونه سرطان یه ماهه باشه سرطان دو ساله قرار بکشتش این تو باید تو همه چی یه خوبی پیدا بکنی چجوری آرادی خط داره روش آه نه کسی فو من فکر کنم اینو عوض کنم سرد اپل واچ جدید رو میخره اپل واچ قدیمی رو دستش میکنه جدید رو دستش نمیکنه آره مثلا یه ماه دو ماه میمونه رو میستا من اینو ستاپ کنم هر کی خونه میگه وا اینو یه ستاپ نمیکنی میگم حالا هنوز کار داره ولی خوشم نمیاد خیلی گنده شده بفرستش ایران ای بریم بریم من از اون بریم <تصفح> میرم پسش میدم اون یکی رو میگیرم کوچیک رو میگیرم چون سا <تصفح> از نظر باچی یکی بودن ولی این دو میلیمتر بزرگتر بود خواستم ببینم اون دو میلیمتر حال میده حال که نمیده هیچ چیز ضد حالم شده البته میگم وصلش میکنم یه دو هفته استفادهش میکنم بعد تصمیم میگیرم الان نمیتونم تصمیم آره. بگیرم تصمیم نگی بفرست ایرا. ایران ایران نمی نمیشه که نمیشه او این به تلفن هم وصل میشه چه خوب آره این من باش کار میکنم تو بفرست <تصفح> <تصفح> من وصلش <وستش> میکنم <تصفح> جی پی ال تی صد متر میره زیرا. چی؟ زده 100 متر ولی دایو 40 متر پس 100 متر چیه؟ دایو زده 40 متر حالا منیش من نیفرم من یعنی چی؟ ولی میگم استفادهش میکنم بعد از دو هفته بعد به برابکس هم میگم چطور بود بچه ها دمتون گرم نظرتون رو بگین راجع به دیپرشن چاکس